به نام خدا، با جلسه سوم پردازش تصاویر ماهواره‌ای در مطلب در خدمتتون هستم. تو این جلسه قصد داریم که فایل NetCDF رو داخل مطلب پردازش کنیم و توابع و فانکشن های مربوطه برای پردازش این تصویر رو در حقیقت بررسی کنیم. داده‌ای که روش کار میکنیم داده بارش از ماهواره GPM یا ماموریت GPM تحت عنوان iMerge هست که چند جلسه قبل روش صحبت کرده بودیم. همچنین یه نگاهی میکنیم به همون داده های LSD و NDVI که به صورت ژئوتیف دانلودشون کرده بودیم. این بار سعی میکنیم با فرمت NetCDF دانلودشون کنیم. یه مقدار روی تفاوت ها صحبت میکنیم و توابعی که مختص NetCDF توی مطلب وجود داره برای پردازش در حقیقت تصاویر. خب ها رو با تصاویر بارش شروع میکنیم از سنجنده GPM و داده iMerge. جلسه قبلی راجع به این صحبت کردیم، راجع به داده GPM خب و داده iMerge. ولی خب من یه بار دیگه اینو توضیح میدم. خب اگه من iMerge دیتا دانلود رو بزنم، اولین لینکی که میاد ما رو انتقال میده به صفحه GPM که اینجا میاد راجع به مشخصات فایل توضیح میده. یه جدول اطلاعاتی داریم که انواع داده های GPM رو اینجا نشون داده. سه تا نوع مختلف واسه داده GPM مطرح شده، یکی NRT یعنی Near Real Time یا Early Run با لیتنسی 4 ساعته، یکی با لیتنسی 12 ساعته و یکی با تأخیر 3.5 ماهه. برای ما این سه فرمت مختلف داده رو داریم که خب بسته به کاربردی که دنبالش هستیم، بعد هر کدوم اون داده‌ای که بیشتر به کارمون میخوره رو انتخاب کنیم. مثلا اگه دنبال هشدار سیل هستیم، داده نزدیک زمان واقعی خیلی برای ما خوبه، هرچند دقت کمتری داره. و اگه دنبال داده با دقت بالاتر برای حالا تحلیل های تاریخی و سری زمانی هستیم و نزدیک بودن به زمان واقعی خیلی برامون مهم نیست، شاید این داده فاینال ران یا ریسرچ داده بهتری باشه، چون توی این داده های زمینی هم برای کالیبراسیون استفاده شده و همه تصحیحات انجام شده. چیز دیگه ای که توی این جدول هست رزولوشن هست. ما رزولوشن مکانی و زمانی رو داریم، 1/10 درجه تقریبا میشه 10 کیلومتر و اینم 30 دقیقه‌ایه که باز رزولوشن‌های زمانی مختلفی ارائه شده، 3 ساعته، روزانه، 3 روزه، 7 روزه و ماهانه، که ما الان توی این مطالعه دنبال داده ماهانه هستیم. پس من دنبال داده ماهانه‌ای هستم، چون حالا خیلی نزدیک بودم به زمان واقعی هم برام مهم نیست، دنبال فاینال ران که با 3.5 ماه تأخیر ارائه میشه. بنابراین من فکر میکنم میتونم داده سال 2019 رو به طور کامل بگیرم، چون الان دیگه 3.5 ماهش گذشت. در قسمت بعدی، ستون بعدی، اومده فرمت های مختلفی که ما از این داده میتونیم داشته باشیم رو ارائه کرده: HDF5، NetCDF، ژئوتیف و آخر، که الان من تو این جلسه تمرکزم روی NetCDF هست. و نهایتاً جایی که ما میتونیم دیتا رو ازش دانلود کنیم یا اون وبسایتی که به عنوان سورس دیتا معرفی شد. خب برای دانلود دیتا های iMerge خود سایت GPM iMerge سایت جستیسک رو به ما معرفی کردم. من وارد سایت جستیسک میشم. خب تو سایت جستیسک که وارد میشیم، دوباره به پنجره بی سرچ دیتا داریم و لاگین، که همونطور که بهتون گفتم لاگین تمام سایت های ناسا وصل میکنم ما رو به سایت، به صفحه لاگین ارث دیتا که یه بار ما توشون اکانت ساختم. خب الان دیگه منو واردم نکرد، یه ضرب با همون اکانتی که قبلا من یه بار یه جای دیگه لاگین کرده بودم وارد اکانت من شد. ولی خب اگه نشده بودیم هم میرفت تو صفحه لاگین ارث دیتا، اونجا شما با یوزر و پستون لاگین میکردین، دوباره برمیگشتین تو سایت جستیس. من اینجا عبارت iMerge رو سرچ میکنم. انواع مختلفی از دادای iMerge رو به من میاره که حالا میبینید با رزولوشن زمانی و در حقیقت انواع مختلف تفاهم که
ارلی ران باشه، لیت ران باشه و چیزایی. تو این سمت چپ جایی که سرچ کردیم یه پنلی داریم که شما میتونید سرچتون رو بهبود بدید یا به اصطلاح ریفاین کنید. چیزی که فکر میکنم خیلی موثر باشه انتخاب تمپورال رزولوشنه که میگه فقط ما یه دونه ماهانه داریم و منم گفتم که دنبال داده ماهانه بارش هستم. خیلی خب، اگه من داده ماهانه بارش رو انتخاب کنم، حالا اینجا داده ماهانه میاد و توضیحاتش هم اینجا نوشته. حالا من میخوام که سابست هم انجام بدم اینجا. امکانات خوب سایت جستیس این هست که شما میتونید روش پردازش اولیه رو انجام بدید. مشابهش رو البته توی ارث دیتا و اپیرز هم دیده بودیم، ولی خب اینجا هم این امکانات داره. انواع روش های دانلود رو شما اینجا میتونید انتخاب کنید. میتونید انتخاب کنید که خود فایل به اوریجینال رو دانلود کنید، برید از FTP دانلود کنید، یا که سابست انجام بدید روی دیتا، که من گزینه آخر رو انتخاب میکنم. دیت رنج گفتم میخوام سال 2019 رو به طور کامل انتخاب کنم، پس تو سال ها میرم سال 2019، تو ماه ها ژانویه 1 ژانویه رو انتخاب میکنم و این برم دوباره میرم تو سال 2019 و 31 دسامبر رو انتخاب کنم. برای این کل سال 2019 رو من دارم ساپورت میکنم. منطقه مورد مطالعه، من یه جایی توی سمت خراسان رضوی و شمالی میخوام انتخاب کنم. این سری نقشه هست، میتونیم از روی نقشه هم انتخاب کنیم. حالا یه نکته جالبی هم که هست اینه که تو نقشه دره خزر هم تقسیم کردم اینا و خب یه شورای سهم ایران و 5 تا کشور دیگه مشخص شده که حالا به نظر میاد بر اساس سطح دریا هست که حالا این هم توی نقشه شون گذاشتن که جالب. حالا کاری به این موضوع نداریم. من با استفاده از این ابزار یه مستطیل اینجا میکشم، محدودش هم میذاریم 56، اینو میذارم من 56 تا 60، یه مقدار اینو محدود رو تمیزش میکنیم و اینم بذاریم 33 تا 36 تا 36 پس یه محدودی توی شمال شرقی ایران رو من انتخاب کردم. تو پله بعدی شما میتونید انتخاب کنید که چه متغیری رو میخواین برای داداتون انتخاب کنید. یعنی این آپشن رو دارید که به جای اینکه همه متغیرها رو دانلود کنید، یکیشو فقط انتخاب کنید. که من اینجا متغیر پرسیپیتیشن انتخاب کنم که تو اینجا نوشته پرسیپیتیشن کامبایند مایکروویو داش آی آر، که آی آر همون اینفرارد، یعنی ترکیب دادهای ماهواره ای مایکروویو با آی آر، که اون جلسه که راجع به جی پی ام صحبت می‌کردم راجع به اینکه چطور این کارو دارن انجام میدن همه توضیح دادم. به اضافه این که چون ما داده فاینال ران رو انتخاب کردیم، این در برابر داده‌های ایستگاهی هم کالیبره شده، داده‌های زمینی، بنابراین گیج کاری وید گیج کالیبریشن هم داریم. پس این داده خوبیه، من همین رو انتخاب می‌کنم. فرمت هم دیگه آپشن دیگه‌ای نداریم، یعنی فقط NetCDF رو میتونیم انتخاب کنیم. که اینم خب یه نکته مهمی هست، بعضی وقتا ما اصلا گزینه دیگه ای غیر از NetCDF نداریم، بنابراین بعد یاد بگیریم که با این فایل کار کنیم. علت اینکه NetCDF رو فقط به من پیشنهاد داده این هست که NetCDF هم قابلیت های زیادی داره در برابر فرمت های دیگه مثل ژئوتیپ. یکیشو اینجا مثال بزنم، مثلا اگه من این 5 تا ردیف اطلاعاتی رو انتخاب کنم، اینا همش میره توی یه دونه فایل NetCDF قرار میگیره، ولی اگه 5 تا رو انتخاب کنم و فرمت ژئوتیپ باشه، اون وقت 5 تا فایل برای من تولید میشه. ویژگی های دیگه ای هم داره که حالا توی خود MATLAB بیشتر باشون آشنا میشیم، ولی خب علاوه حساب الان آپشن دیگه ای نداریم، همون NetCDF رو باید انتخاب کنیم. خیلی خب، من گت دیتا رو میزنم، این شروع میکنه سرچ کردن. خیلی سریع دیتا رو برای من آورد. میبینیم پسفندشون NC4ه، NetCDF ورژن 4مش. 12 تا فایل رو برای من آورده از 2019 11، هر ماه یه فایل تا 2019 12. خب، دو تا فایل دیگه هم داریم، iMerge ITBD که این دقیقاً منوال
که توضیح میده چجوری این دیتا ساخته شده و یک فایل ریدمی که حالا من میتونم نگاه کنم. من برای اینکه این دیتا رو دانلود کنم دو تا راه دارم. یکی این که از طبق اینستراکشنی که خودشون دادن از wget استفاده کنم. این یه ابزاری هست که حالا برای دانلود دیتا استفاده میشه ازش، بیشتر تو محیط لینوکس باش کار میکنم. حالا چون یه مقدار کار کردم با این زمان برای توضیحاتش هم زیاده، من ترجیح میدم برم از همون اکستنشن دانلود دم آل که تو جلسه قبل راجبش توضیح دادم بهتون استفاده کنم. یک کلیک راست تو اینجا میکنیم و گزینه داندم آل رو میزنیم. خب من قبلا خودم تو این قسمت فست فیلترینگ NC4 رو انتخاب کردم، همینطور که میبینید اگه من چارج رو پاک کنم دیگه اینا رو انتخاب نمیکنه، ولی خب اگه اسم پسوند فایل رو اینجا بزنید ستاره دات پسوند فایل، فقط فایلایی که .nc4 هستن رو براتون انتخاب میکنه. من یه اسمی واسه ساب فولدرم انتخاب کردم، imagery-monthly-2019 که همین اسم خوبه. دقیقاً کاری که میکنه میره داخل فولدر دانلود شما یه زیر فولدری میسازه به اسم imagery-monthly-2019 و همه این 12 تا فایل رو داخل اون فولدر میریزه. این قسمت هم نیاز به تغییر نداره، همه چی اوکی. دانلود رو میزنم، 12 تا فایلم رو اینجا شروع میکنه به دانلود کردن. خب دانلود داره انجام میشه برای 12 تا فایلمون. دانلود کامل شد، بریم تو فولدر دانلودمون ببینیم پیداش میکنیم. خب فولدر دانلودمون هست که ببینیم دوباره این 12 تا فایل انتخاب شد. من این فایل رو برمیدارم و میبرم توی یه فولدری که حالا تو گام بعدی بریم توی نرم افزار MATLAB و فایل NCDF رو باز کنیم و اطلاعاتشون رو بخونیم. قبل از اینکه بریم سراغ MATLAB، من به نظر رسید که یه نوع دیگه فایل NCDF هم با هم ببینیم و همین گفتم که از سایت اپیرز همون سفارش قبلی که برای LSD و NDVI دادیم یه بار دیگه تکرار کنیم. این بار خروجی رو به صورت NCDF بگیم. بعضن NCDF ها همیشه به این شکلی که حالا از سایت جستیس گرفتیم نیست، بنابراین خوبه که هر دو مدلش رو دیده باشید. خیلی خوب، من وارد سایت اپیرز شدم. تو وارد قسمتی که میتونیم دیتا رو سرچ کنیم میشم، همون سفارش قبلیمون رو باز میکنم، dmndbi.lst دقیقا همون رو باز میکنه، همه چیز همونه، من چیزی رو نمیخوام تغییر بدم. باندینگ باکسمون، بازه زمانیمون همش همون باشه. حالا این لایه اول دم رو حذف میکنم، اینجا فقط میخوام فرمت شروع کنم NCDF. پس این کار رو میکنم و همون لایه قبلی اطلاعاتی رو سفارش میدم که حالا من این کار قبلا کردم هیچ. پس همون ترکیب فقط کردمش NCDF4 و سابمیت رو زدم. حالا نگاه کنیم یه الان دقیقه داره اینو آماده میکنه، تا اونم آماده شد من رو گذاشتم LSD-NDVI-NC که یه مدل دیگه این فایل NCDF رو هم با هم دیگه دیده باشیم. خب بریم سراغ باز کردن فایل NCDF توی MATLAB. اولین کاری که میکنیم طبق همون روندی که جلسه پیش بهتون نشون دادم، این خطوط اول تقریبا یکسانه، یعنی دوباره ما میخواییم یه تعداد فایل بخونیم، بعد این فایل ها رو دقیقا توی متغیر مطلبی از جنس .mat دقیقا ذخیره کنیم. بنابراین فرایند یکسانه، تنها کاری که ما داریم اینجا میکنیم اینه که میخواییم فایل های NC رو بخونیم. قاعدتا بعد از فانکشن ها یا توابعی استفاده کنیم که بتونن فایل های NCDF رو بخونن به جای اینکه فایل های جوتیف رو بخونن. پس من یه بخشی از کد رو از همون فایل های قبلیمون میارم که برای NCDF داشتیم، از یه جایی به بعدش رو عوض میکنیم. تا اینجا تقریبا میشه گفت یکسانه که ما اسم فایل رو داریم میخونیم با همون روند قرار اینجا هم کار کنیم. پس من الان خطوط اول کدم رو آوردم، سابدیرم بعد آدرسی رو بدم که توش فایل NCDF رو ذخیره کردم. این سابدیر من هست، این رو کپی میکنم، برمیگرم تو محیط MATLAB، سابدیر رو کپی میکنم. یه اسلش هم بعدش که گفتم محتویات داخل آخرین اسمی که اینجا نوشته شده، اسم فولدره، محتویات داخل این که میشنم فایل NC رو برای من بیاد.
بعد حالا باید برم بگم که چه چیزی رو بخونم که باز مشابه جلسه قبل از دستور دیر استفاده میکنیم، میره داخل اون ساب دیر و همه فایلی که این مشخصات رو دارن از توشون در میاره. من برم این اسم فایل رو هم یه نمونه از توی اون فایل NetCDF اون بیارم. این اسم فایلی که اینجا داریم به این شکله، من تا قبل از تاریخش که مشترک تو همه فایل ها رو برمیدارم، برمیگردم توی کدم، تا اینجا میشه گفت که هست، میگم که هر فایلی که با این شروع شد بعدش هر چیزی بود داد NC بذارید ببینم یه NC4 بود، تو بیا همه اینا رو برای من بخون. پس برو تو ساب دیر، هر فایلی که قسمت اولش اینجوری شروع میشه بعدش هم هرچی میخواد باشه و آخرش NC4 هست رو برای من پیدا کن، بریز داخل متغیر دی به اون فرمت استرکچری که قبلا بهتون گفتم. خیلی خب، پس تا اینجا انجام شد، بذارید تا همینجای کد رو ران کنیم. قبلش لازمه که کد رو سیف کنیم. من یه اسم لازمه که برای این انتخاب کنم، من اسمشو میذارم NC precipitation. بذارید بزنیمش همون NCP که یه اسم راحتی باشه. خب یعنی که دادای NetCDF بارون رو میخوام بخونم. من تا این خط کد رو ران میکنم، الان بعد اون 12 تا فایلی که داشتم ریخته بشه داخل دی. روی دی که میایم الان شد یه دونه، بذارید صفر تا این نتونسته بخونتش. بریم ببینیم چه مشکلی وجود داره، چه چیزی رو اشتباه اینجا زدیم. ساب دیرمون یه اسم اشتباهیه، اولش سی اضافه باقی مونده بود از همون فایلی که پاک کردم. بذارید دوباره رانش کنم. خیلی بد تو اینا دقت کنیم. الان شد 12، یعنی یه حرف هم جا به جا بشه اینجا ما ممکنه که یعنی نمیتونه مطلب قاعدتا آدرس درست رو پیدا کنه. خیلی خب، پس الان خوند همه فایل ها رو ریخت داخل دی. من اگه بخوام فایل نیم رو بذارم دوباره اولین اسم رو ببینم، گفتم که با دات نوتیشن کار میکنیم و اینکه کدوم یکی از 12 تا رو بخونیم هم تو پرانتز جدای اون متغیر استرکچر رو میذاریم. همه اینا رو جلوش از قبل صحبت کردیم. پس فایل اول برای من خوند، اسمش هم اینجا آورد. حالا این خط هم دیگه شاید زیاد لازم نداشته باشیم. خیلی خب، تو پله بعدی پس تا اینجا کار چیز جدیدی نبود، همون کاری بود که تو جلسه قبلی انجام دادیم. تو پله بعدی ممکن فایل NetCDF رو بخونیم. من یه بار برای یه فایل همه فرآیند دیگه می‌خوام انجام بدیم رو توضیح میدم، بعدش می‌ریم روی این که حالا چطور یه تعداد یا مجموعه فایل رو بخونیم و یه پردازشی هم روش انجام بدیم. دستوری که خیلی استفاده میشه اینجا، دستور دو راه در حقیقت داریم برای خوندن فایل NetCDF. یه راهش هست که خیلی توش شما فانکشن‌های متعددی رو استفاده می‌کنیم، اون جواب میده، ولی خب معمولاً به خاطر یا به حافظه سپردنش کار سختیه. اما راه دوم استفاده از دو تا دستوره، یه بخشش منواله ولی خب معمولا این خیلی بهتر به ذهن میشینه. بنابراین من حالا تجربه چند سالی که کار کردم با این فایلا، بهتره که از این راه دوم استفاده کنیم. منم راه دوم رو به شما درس میدم. اما یه فایل PDFی هم براتون در نظر گرفتم که باقی فانکشن های مرتبط با خوندن فایل NetCDF هم داخل اون توضیح داده. اما راه آسون تر که اکثرا از این استفاده میکنن این هست که ما اول با استفاده از دستور MCDISP بیایم یه در حقیقت اینفورمیشنی از اون فایل NetCDF همون بکشیم، یه سری اطلاعات راجع به فایل NetCDF همون رو بکشیم بیرون. کاری که دستور NCDISP میکنه اینه که شما باید اسم فایلتون رو بهش بدید. اگه من اینجا فقط بیام فایل نیم رو به NCDISP بدم، بذارید اینجا بذارم و این رو رانش کنم، تا همینجا به من یه ایرور میده. علتش این هست که نمیدونه فایل نیم توی چه آدرسیه. بنابراین بهتر هست، یعنی باید روند مرسوم اینه که شما اون دایرکتوری که فایل توش هست که برای ما سابدیر هست رو قبلش بذاریم و با اون سیستم فروشه و ویرگول که جلسه قبل توضیح دادم این دوتا اسم رو به هم بچسبونیم، یعنی آدرس رو به اسم فایل، و
بنابراین وقتی که آدرس هم بدین اون وقت NCDISP کار میکنه. حالا اگه کل کد رو ران کنم با همون کنترل اینتر، این سری مشخصات فایل NCDF رو برای من میاره. من کامند ویندو رو این مقدار بازتر میکنم، بریم اولش. خب همینطور که میبینید آدرس فایل و اسم کامل فایلی که ما به عنوان سورس بهش معرفی کردیم آورده، فرمتش رو نوشته، یه سری اطلاعات راجع به خود فایل داده، چه سایتی اینو گرفتیم، نمیدونم چه الگوریتمی بوده. منتها این چیز اطلاعاتی که اول NCDISP میاد ممکنه از یه فایل به فایل دیگه تغییر کنه، یعنی ممکنه که تو فایل مختلف ما این خطوط اول یه چیز دیگه ای باشه. به حال من با اینا کاری ندارم. چیزی که تو همه فایل NCDF تکرار میشه در حقیقت از این خط به بعده و اطلاعاتی که ما دنبالش هستیم. یه اطلاعاتی که ما از تو NCDISP به دست میاریم دایمنشن فایل هست. مفهوم دایمنشن چی هست؟ اجازه بدید من رو روی این توضیح بدم. الان دایمنشن رو برای من نوشته بود که تایم لان لات و یه عددی جلوش نوشته شد. این یعنی این که ما سه بُعد داریم، یه بُعد مکانی، دو بُعد مکانی و یه بُعد زمانی. جلسه قبل وقتی مفهوم 3D ماتریکس رو یا 3D اری رو براتون توضیح میدادم یه جورایی همین رو یه بار گفتیم، ولی خب خوبه حالا تو ادبیات NCDF هم یه اشاره‌ای بهش بکنیم. خب ببینید اینجا دایمنشن لات، لان و تایم نشون داده شده. در حقیقت لات و لان اون دایمنشن مکانی هستن که ما داریم و تایم اون دایمنشنی هست که توی زمان داریم. حالا بسته به این که ما چه محدوده یا انتخاب کردیم تعداد لات و لانمون میتونه متفاوت باشه، تعداد تایممون هم میتونه متفاوت باشه. این فایل NCDFی که ما دانلود کردیم از جنس 3D array نیست، یعنی یه ماتریس 3 بعدی نیست، یه ماتریس 2 بعدیه، یعنی بعد زمانش دیگه مثلا اگه 12 ماه دیتا داریم 12 ماهش توی یه دونه فایل NCDF نیست، توی 12 تا فایل NCDF. بنابراین ما لت و لان رو داریم، ولی حالا اون بعد زمان رو هم خودش گذاشته توی این، چون به عبارت یه برچسبی از این که این دیتا ما رو چه تاریخی هست داخلش در حقیقت ذخیره شده، ولی عملا فایل ما یه فایل 2 بعدی. خیلی خب، پس این مفهوم دایمنشنه. در ادامه یه چیزی داریم به اسم وریبل، یعنی متغیرهایی که داخل فایل NCDF ما ذخیره شدن. متغیرهایی که داخل این فایل هستن تایم هست، لان یا لانجیتود طول جغرافیاییه، لات یا لاتیتود عرض جغرافیاییه و پرسیپیتیشن یا بارش، که اینا اومده به ترتیب سایزش رو گذاشته. تایم 1:1 گفتم برای یه زمان مشخصه، لان یه بردار 40 تاییه، لات یه بردار 30 تاییه، پرسیپیتیشن یه بردار 30:40. وقتی پایینش رو نگاه می‌کنید دایمنشن رو نوشته که یعنی 30 مربوط به لات، 40 مربوط به لان، 1 مربوط به تایم. یعنی داره توضیح میده که این ابعاد 30:40 هر کدومش مربوط به کدوم دایمنشن یا بُعد هست. در ادامه هم یه سری توضیحات داره. مثلا ما بارش ماهانه رو گرفتیم دیگه، این واحدش رو اینجا نوشته که میلیمتر بر ساعته، که خب اگه دقت کنیم میلیمتر بر ساعت برای بارش ماهانه ما یا بعد بارش تجمعی گزارش میکردیم که قاعدتا بعد بایدش میلیمتر میشد، ولی وقتی شده میلیمتر بر ساعت برای یه بازه ماهانه احتمالا میانگین بارش ماهانه رو ما داریم که حالا بعد تبدیلش کنیم به بارش تجمعی اگه دنبالش هست. بعد فیل ولیو و میسینگ ولیو رو برامون گذاشته که همون عدد منفی 9999 و در ادامه هم حالا یه سری توضیحات دیگه داره که اینجا نوشته. به همین ترتیب برای فایلای دیگه اسم اون فایل رو نوشته که لاتیتود یا لانجیتود مربوط به کدوم محوره، که البته میگم این فایل آیمش خیلی فایل ترتمیزی هست برای یه فایل NCDF. فایل NCDF معمولا انقدر دقیق مشخصات داخلشون نیست. یا مثلا وقتی تایم رو نگاه میکنیم میبینیم که یونیتش رو نوشته تعداد ثانیه از روز یکم ماه اول سال 1970. این تعداد ثانیه رو از اون موقع شما اگه بشماریم میرسیم به تاریخی که این عکس یا این فایل NCDF مربوط به اون تاریخ. خیلی خب، پس همینجا یه تفاوتایی داریم میبینیم با فایل جئوتیف. فایل جئوتیف اینجور مشخصات معمولا توش نبود یا حالا با یه طرق دیگه‌ای بعد بهش می‌رسیدیم، ولی خب فایل NCDF اینو داره.
یه توضیح دیگه ای که شاید لازم باشه بدم اینه که تو فایل ژئوتیپ اگه خاطرتون باشه ما این فیل ولیو و نمیدونم اسکیل فاکتور اگه وجود داشت و اینا رو همه رو باید ضرب میکردیم خودمون، یا فیل ولیو رو خودمون تبدیلش میکردیم به نل. اما تو فایل نت سی دی اف به طور اتوماتیک مطلب در حقیقت این ردیف های اطلاعاتی رو میخونه و همه اون عملیات ضرب در اسکیل فاکتور یا تبدیل فیل ولیو به نن رو خودش انجام میده. خب اینم از مزیت های در حقیقت فایل نت سی دی اف. خب حالا پس تو پله اول ما دایمنشن ها رو فهمیدیم، تعداد وریبل ها و اسمشون، تایم، لان، لات و پرسیپیتیشن رو به اضافه واحداشون و حالا اسمایی که داشتن رو متوجه شدیم. این چیزی بود که از توی NC DISP در بود. تو گام دوم بعد از دستور NC READ استفاده کنیم. NC READ چی کار میکنه؟ NC READ میاد در حقیقت همون فایل رو اسمش رو میگیره، الان اینجا آورده، دوباره سورس نیم رو از شما میگیره و بعد با توجه به ور نیم یا اون اسم وریبلی که ما بهش میدیم میره اطلاعات رو میخونه. دو فرمت داره، حالا من اول فرمت ساده ترش رو توضیح میدم. توی اون فایل دوم که دانلود میکنیم من این نحوه دوم خوندن رو هم توضیح میدم که با این سه تا دقیقه ورودی دیگه قرار چیکار کنیم. خیلی خب، پس ما اول بعد سورس رو بهش بدیم، بعد بگیم کدوم وریبل. سورس هم دوباره مثل NCDIS بعد با آدرس سابدیر بدیم. پس شاید بهتر باشه من همینجا فایل نیم رو بهش سابدیر رو اضافه کنم. این دوتا همینجا با هم مرج بشن. دیگه تو بقیه شون من فقط همون فایل نیم رو فراخوانی کنم که آدرس ابتدایی فایل هم توش باشه. خیلی خب، پس من اینجا هم دوباره میزنم فایل نیم، فقط اگه بزنم فایلم برای من کاملش میکنه. فایل نیم، پس بخش اول دادم یعنی سورس رو بهش معرفی کردم. الان باید چیکار کنم؟ تو بخش دوم باید وریبل رو بهش معرفی کنم. برای اینکه وریبل رو معرفی کنم باید یکی از این اسمایی که اینجا دارم رو از داخل این بکشم بیرون. خیلی خب، ما دونه دونه بیاییم وریبل ها رو از توی این بخونیم. اولی تایم، پس من وریبل تایم رو اینجا، بعد وریبل رو داخل کوتیشن به صورت تکست بنویسید. پس من تایم رو اینجا کپی میکنم و میبندم. وقتی که این ران بشه اول NCDISP رو نمایش میده بعد تایم. من دیگه حالا برای اختصار NCDISP رو نقطه ویرگول میذارم که دیگه تو کامند ویندو به من نمایش نده. کد رو که ران کنم، بذارید یه بار دیگه کد رو که ران میکنیم الان انسر رو هم به من نشون داد. انسر برای همین NCRead یا متغیر تایم هست که یه عدد در حقیقت هش رقمیه. خب ولی این تعداد ثانیه ها هست از روز اول ماه اول سال 1970. جلسه پیش راجع به متغیر به اسم یه فانکشنی به اسم دیت نام صحبت کردیم. بیاین از همون فانکشن دیت نام استفاده کنیم برای اینکه این عدد رو تبدیلش کنیم به تاریخ. ببینیم توی اینجا واسه تایم چی نوشته بود. پس 1971-1 این میشه اون زمانی که این داره به ما میده و UTC هم که یعنی همون زمان در واقع همون گرینویچ هست که زمان مبدأ، که حالا ایران فکر میکنم 3 ساعت و نیم باش فاصله داره، به اضافه 3 ساعت و نیم بعد بکنیش. خیلی خب، پس این تایم رو میده، ولی خب معمولا چون ما با روزش کار داریم روزهای یکسانه، یعنی اگه روز یکم ژانویه است توی ایران اونجا هم توی گرینویچ یک ژانویه است و تفاوت توی روز حداقل نداره. دستور دیت نامو که من قبلا بهتون گفته بودم اینجوری بود که شما به عبارتی بعد سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه و ثانیه رو بهش بدیم، این تبدیلش میکرد به سریال دیت نام. به ایدهی که هست برای اینکه تبدیل کنیم این رو به دیت نام با توجه به اینکه مبدأ زمانیمون دیگه اون یک صفر دقیقت ابتدای تاریخ میلادی نیست، این هست که بیایم براتون بخش year، ماه و سال همین 1971 و
یک رو بزنیم، یعنی روز اول ماه اول سال 1970، دو تا فیلد اطلاعاتی بعدی که ساعت و دقیقه رو صفر بذاریم و بعد توی اون ثانیه ثانیه تجمعی رو بذاریم. اینجوری به عبارتی میاد به اون روز اول سال در ماه اول سال 1970 همه این ثانیه های تجمعی رو اضافه کنه و تاریخ جدید رو به ما میده. پس من دو تا بعدی که ساعت و دقیقه رو صفر میدم، سومی رو ثانیه میدم که از این باده به دست آوردیم. بذارید من اینم بریزم توی متغیر به اسم تی و این رو هم بگیدم. خیلی خب، پس الان دیت نام باید به من این متغیر رو بده. اسم اینم میذارم من دیت. پس این متغیر جدیدی هم اینجا تعریف کردم. کد رو ران میکنم تا اینجا یه عدد به من داد مشابه همون قبل. حالا اگه من با استفاده از دستور دیت استرینگ این عدد رو تبدیل کنم به یه تاریخی که قابل فهمه، دیت استر دیت، انتظارمون چی هست؟ این که بذارید از فایل نیم نگاه کنیم ببینیم که فایل نیممون رو یه بار نگاه کنیم ببینیم چه تاریخیه. اسم فایلمون باید کنیم. خب 2019 یک، یعنی ماه ژانویه هست، یک ژانویه. پس ما هم انتظار همین رو داریم اینجا اگه این بخش از کد رو ران کنیم. بذار رانش کنیم، شد یک ژانویه 2019. بنابراین اون تعداد ثانیه‌ای که تو تی رفته بود درست. پس همینجا یه تفاوتی با فایل‌های ژئوتیف دیدیم و اون اینه که یه متغیر اضافه بر حالا اون متغیر ژئوفیزیکی که دنبالش هستیم مثل بارش توی فایل NetCDF ذخیره شده و شما میتونید فقط زمان رو هم بکشید بیرون. هرچند ما میتونستیم این کار رو به روشی که حالا جلسه پیش یادتون دادم از روی اسم فایل هم انجام بدیم، ولی خب وقتی داخل خود فایل هست چرا که نه از همین استفاده میکنیم. پس این متغیر اول، بریم چند تا متغیر دیگر هم بخونیم. من اینا رو هم سمی کانن میذارم، حالا این باشه. تو متغیرهای دیگه‌ای که داشتیم تو وریبل‌ها، وریبل دوم لان یا لانجیتود که گفتیم بردار 40 تاییه، بعد لت رو داریم و بردار 30 تایی و نهایتاً بارش که اون پارامتریه که ما دنبالش هستیم. پس من با همین روش انتریدی که واسه تایم استفاده کردم همین کار برای لت، لان و بارش هم انجام میدم. پس این تیکر جدا میکنم، توضیح میوسم read data let and land. مشابه همون قبلی من این رو از اینجا برمیدارم، فقط برای به جای تایم وقتی لت رو میخوام بکنم برای این متغیر رو بردم. شما همین کار رو باید بکنید، یعنی رویه مرسوم اینه که انسی دیسپو که زدید اسم متغیر رو شاید انقدر ساده سه حرفی نباشه، شاید اسم طولانی داشته باشه، اسم هرچی که هست به همون شکل کپی کنید بذارید توی دستور انسیریدتون اون بخشی که دارید متغیر رو توضیح میدید. به همین شکل من سه تا دیگه اضافه میکنم. اینا اسمشو میذارم لان، اینجا هم دوباره نگاه میکنم، اینجا هم دوباره لانه، من همین هم از اینجا برمیدارم هم میذارم لان. پس لانم خوندم. آخرین متغیرمون بارش میخوام باشه. میخوام بدم که بارش اسمش چیه. این هم پرسیپیتیشنه که من این هم پرسیپیتیشن هم اسمشو برمیدارم و میذارم اینجا. پس الان بقیه متغیرام آوردیم تا اینجا که ما فقط تی رو خوندیم و ریختیمش توی متغیر به اسم دیت. حالا میخوایم بقیهش رو بخونیم. من کد رو ران میکنم دوباره، متغیرهای جدید هم اضافه شد. الان تی رو داریم، یه ماتریکس 30 در 40، لان رو داریم و لت رو داریم که حالا میشه اینا رو هم نمایش داد. من الان به عنوان مثال لت رو نمایش میدم. خیلی خب، الان میبینیم که عرض جغرافیایی آورده برای اون سلولی که ما دنبالش بودیم 33.05، بعدی 33.15، بعدی 33.25، همینطور که میبینیم 1/10 1/10 داره اضافه میشه که همون مختصات در حقیقت
رزولوشن مکانی داده‌ای که ما دانلود کرده بودیم به همین شکل برای لان رو هم داریم. اگه لان رو پرینت کنیم این بار برای لان هم همینطوریه، خب 58 میشه چون یه بار سمت شرق ایرانه، ولی این هم دوباره 10 1/10 1/10 داره زیاد میشه. و بارش رو من حالا دبل کلیک کردم روش، این هم اطلاعات بارشه که اینجا به حسب میلیمتر بر ساعت به ما داده. بنابراین اگه ما بخواییم این رو تبدیلش کنیم به بارش ماهانه باید توی تعداد ساعت‌های هر ماه ضربش کنیم. مثلا ژانویه اگه 31 روز باشه و هر روزمون هم دوباره 24 ساعت هست، ما باید اینو تو هر عدد تو 31 ضرب داره 24 ضرب کنیم. بیایم این کار بکنیم تا تبدیلش کنیم به بارش تجمعی ماهانه. پس پی مانثلی اک رو من می نویسم و خواهد اکیمولیشن که همون پی رو ضربش بکنم توی 24 و بعد ضربش بکنم توی تعداد روزهای ماه که 31 روز اگه ژانویه رو در نظر بگیریم. بذارید حالا این هم یه اطمینانی حاصل کنیم. جدولی برای این داشته باشیم. مثلا ژانویه 31 روزه است، فوریه 29 روزه است. حالا احتمالا شما میتونید این رو به یه فرمت دیگه ای هم وارد کنید که دیگه چکش نکنیم، مثلا یه وکتوری وارد کنیم که برای هر ماه 12 ماه 12 تا تعداد روز برای ما بذاره و بعد از اون استفاده کنیم که هر ماه تطبیق کنیم و جلو تا این کارم انجام بدیم. خیلی خب، پس من اگه این کار رو انجام بدم و کود رو ران کنم میرسیم به پی مانسلی اک که اینجا اضافه شده و اگه من این رو این بار باز کنم وقت میلیمتر ماه رو برای من میاد که عدد 23 میلیمتر و یه ماه یه عدد منطقی. پس حالا من بارش ماهانه رو تو ماه ژانویه برای هر کدوم از پیکسل های 1/1 به دست آوردم و یه ماتریس 30x40 برای من آورد. آخرین نکته که میخوام بهش اشاره کنم یه یاداوریه و اون این که گفتیم لت معادل تعداد سطره، لان معادل تعداد ستونه تو مطلب. اگه دقت کنیم لاتمون 30 تایی، لانمون 40 تایی، ماتریسمون هم 30x40 یعنی 30 سطر 40 ستون که این درست. تو بعضی از فایل های NetCDF ترتیب به این شکل نیست و فایل برعکس میشه سطر و ستونش که حالا توضیح میدم علتش چیه. اما خب میگم چون این فایلی که آیمرج آماده کرده یه فایل خیلی استاندارد و درستی هست تو فایل های NetCDF، تو مطلب هم درست باز میشه. حالا تو اون فایل دومی که میخوام بهتون نشون بدم راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم که چطور تشخیص بدیم که آیا برعکس شده یا نشده و اگه شده چجوری درستش کنیم. خیلی خب، پس تا اینجا من برای یه دونه فایل و یکی از حالا اون 12 تا ماه همه اطلاعاتی که داخل فایل NetCDF بود استخراج کردم. دو تا دستور کلیدی هم که استفاده کردیم NCDisp و NCRead بود به اضافه اسم متغیرها که ما رو رسوند به اون پارامترهای ما. توی گام بعدی مشابه قبل میخواییم حالا این رو روی 12 تا تکرارش کنیم. خب حالا مشابه همون کاری که جلسه قبل با تعداد فایل انجام دادیم، اینجا میخواییم فایل NetCDF همون رو بیاییم توی یه حلقه بندازیم و دونه دونه بخونیمشون و اطلاعات رو ازشون بکشیم بیرون، اطلاعاتی که حالا دنبالشون هستیم. یعنی یه چیزی مشابه کاری که اینجا توی اون فایل ژئودیپ انجام دادیم بیایم انجام بدیم. خب من دونه دونه این کارا رو انجام میدم. پس ما یه حلقه فور تعریف میکنیم و تکرار رو میذاریم به تعداد فایل هایی که توی دقیقتون متغیر دی داریم. لنس دی که بعد قاعدتا یه عددی باشه نزدیک به 12 بذارید. من این دیگر رو هم کنم و 12. خب کاری که میخواییم انجام بودیم اینه که بیاد فایل های دونه بخونه، تاریخشون رو ثبت کنه و از اون طرف
متغیر بارش رو هم درش ذخیره کنه. پس من یه متغیر مثل همین رو دوباره تولید میکنم، اونطوری که چون تو هر حلقه داره اسم فایل عوض بشه، به جای d1.name من di.name رو میذارم. تو گام دوم پس الان فایل نیم رو دوباره ساخته، دیگه نیازی به انسی دیسپوینه نیست، همه رو قبلا تست کردیم. این دو خط رو هم از اینجا من برمیدارم پاکش میکنم، به اضافه اینم دیگه نیازی بهش نداریم پاکش میکنم. این دو خط رو میارم اینجا که تاریخ رو به اصطلاح باش بخونم، ایندنت هم انجام میدیم که بیاد توی یه ستون قرار بگیره نسبت به اون فایل ها. خوبه که اینتر هم بعد از هر فور بزنیم، این خانه تر میکنه خود رو. برای این اسم فایل رو میخونم، فایل نیم رو میخونه، میاد اینجا اون تی رو قرار میده توی فانکشن دیت نام با اون سال شروعی که توی انسی دیسک دیدیم، بعد اینو میریزه تو دیت. منتها چون ما میخواییم برای هر فایلی یه تاریخ داشته باشیم، این رو یه آی میذاریم اول آخرش که هر کدوم از این تاریخ ها بره توی یکی از درایه های ماتریس دیت بشینه. به عبارتی یه ماتریس به 12 تایی داشته باشیم به اندازه طول دی و به تعداد ماهامون که 12 ماه است. خیلی خب، پس مرحله اول رو انجام دادیم، این تاریخ رو درست کردیم. مرحله دوم باید بیایم پی رو بخونیم که حالا به روالی که قبلا داشتیم پی رو هم دوباره همون شکلی از اینجا میتونیم برداریم و بیاییم پایین. من یه توضیحی همینجا اضافه میکنم، reading p data و اون دو خط رو اضافه میکنم، ایندنتشون هم درست میکنم. پس میگم بیا فایل نیم رو بخون بریز تو پی. منتها طبق همون روالی که واسه LST داشتیم گفتیم میخواییم یه ماتریس سه بودی بسازیم، بنابراین اینجا هم من دو بود اول میگم هر چیزی که خوندی، ولی هر کدوم اینا رو بیا توی یه لایه اطلاعاتی مورد نظر من بریز. به عبارتی یه کاری دارم میکنم شبیه همون چیزی که الان جلسه پیش توضیح دادم، هر کدوم از اون ماتریس های بارش رو دارم میریزم توی یه در حقیقت تاریخ مشخص. بنابراین یه ماتریس سه بودیش ها ساخته میشه، دو بودش لت و لانگ هست، بود سومش زمانه که با این شمارنده آی در حقیقت داره زیاد میشه و 12 تا در حقیقت لایه میشه. حالا ما میتونیم در حقیقت این خط هم با خط بالایی مرش کنیم و دیگه اندکی طولانی تر از اینش نکنیم، که حالا این کار هم انجام میدیم. بنابراین این در حقیقت پی مانسلی اکیمولیتد هست. من یه توضیح جلوش اضافه میکنم، پس این مطمئن پی مانسلی بعدا یادمون بمونه که این میانگین نیست و حقیقت جمع تجمعی هست، بارش تجمعی هست. خب کار دیگه اینجا نداریم، میبندیم حلقه رو. بنابراین بارش هم خود دیگه لازم هم نیستیم بالا دوباره بخونیمش، پس دو خط هم پاک میکنیم. لطولان رو ولی من گذاشتم این بالا چون طول عرض جغرافیاییمون رو لازم نیست که تو هر گام بخونیم یه چیزی که داره تکرار میشه، پس لطولانمون رو خوندیم. انسی دیسپن که حالا باشه میتونیم این خط هم کامنت کنیم و خب چیزی رو اصلا نمایش نمیده. بنابراین همه چی آماده است. این فایل یه ماتریس سه بودی به ابعاد 30x40x12 بعد به ما بده. خب من صفحه رو تمیز کنم، الان هیچی نداریم. پس یه ماتریس 30x40x12 بعد از این خروجی بگیریم، کد رو ران میکنم. خب یه ماتریس پی ساخته شد، 30x40x12 همون چیزی که ما دنبالش بودیم، که تبدیلش به بارش تجمعی رو هم توش انجام دادیم. یه کار دیگه که حالا میتونیم بکنیم اینه که بیایم بارش تجمعی سالانه رو حساب کنیم. برای این کار لازمه که تو هر پیکسل مقدار بارش تجمعی ماهانه رو توی 12 ماه با هم جمع کنیم. مشابه این کار جلسه قبل وقتی که می‌خواستیم حداکثر حداقل و میانگین دما رو حساب کنیم در واقع داشتیم.
حالا این دفعه میخوایم از فانکشن سام استفاده کنیم که بارش تجمعی به دست بیاریم. اسم متغیر هم میذارم P animal مخفف accumulated و خب از متغیر سام استفاده میکنیم، میگیم سام در حقیقت همین ماتریس سبودی P رو انجام بده تو بود سوم دایمنشنش یعنی بود زمان که به عبارتی بیاد همه ماها رو با همدیگه جمع کنه. خروجی این باید بشه ماتریس 30 در 40. پس اون جمع رو انجام میده، ماتریس 30 در 40 باید به من بده. اینا هم ران کنیم ببینیم پیانو اکیومولیتد یه ماتریس 30 در 40 به دست کنم. یه همه نگاهی بهش بندازیم، بارش تجمعی تو پیکسل های مختلف به دست آورده که مثلا 173 میلیمتر که پیکسل دیگه 218 میلیمتر. این بارش ها با اون بارشی که حالا ما سراغ داریم از اقلیم ایران سازگاره، یه جاهای بیشتر نزدیک 333 میلیمتر 400 میلیمتر هم میرسه، ولی خب میانگین رو حدود تقریبا همون 300-400 میلیمتر هست. حالا اگه بخوایم یه اطلاعات دیگه هم به دست بیاریم، بخوایم بدونیم میانگین بارش تو کل منطقه ما میانگین بارش تجمعی سالانه چقدره، یه راه خیلی ساده داره و اون این هست که ما بیایم از فانکشن میانگین استفاده کنیم. پس پی مین، من میذارم اسمش رو، از فانکشن مین استفاده میکنم. فانکشن مین اینطوریه که اگه شما بشه تا دقیقا ماتریس دو بودی بدید، این میاد ستون به ستون میانگین میگیره، یعنی میانگین این ستون رو میگیره، میانگین این ستون رو میگیره و یه ماتریسی تولید میکنه که خروجی در حقیقت ماتریس برای شما میشه به تعداد ستوناتون، یعنی مثلا 40 یه ماتریس یه بردار 40 در 1 برای شما تولید میکنه. برای این اگه بخواین میانگینه کلا بزنید، یه بار اصلا این کار انجام بدم که ببینید. پس اگه من این کار بکنم، من اینم سمیکالن نمیذارم که شما خروجیش هم ببینید. ببینید یه ماتریس 40 تایی ایجاد کرد که اومد هر ستون رو در حقیقت میانگین گیری کرد که ما دنبال این نیستیم. یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که دوبار مین رو استفاده کنیم، یعنی مین در حقیقت این عدد رو بزنیم که حتی یه جای کارم اشتباه کردم فکر میکنم یه دونه. خب پس مین دو تا پرانتز من اینجا باز کردم که لیاز نبود، الان درست شد. خب میانگین رو در بود 301 میلیمتر تا 300 میلیمتر بارش داریم. یه رایی که حالا زیاد تر و کمتر هم گیج میشین توش اینه که شما میتونید کل این ماتریس دو بودیتون رو تبدیلش کنید به یه ماتریس برداری با گذاشتن یه دو نقطه تو پرانتز جلوش. در حقیقت کاری که این میکنه اینه که میاد ستون اول میذاره، ستون دوم میذاره زیر ستون اول، ستون سوم میذاره زیر ستون اول دوم و یه بردار تولید میکنه. و چون یه ستون میشه دیگه اون وقت تابع مین رو که روش ران میکنیم یه عدد به شما میده. پس الان اگه من اینو دوباره ران کنم دوباره همون 301 میلیمتر رو میگیرم. پس اگر برامون اینکه کجا رو میخوایم میانگینگیری کنیم مهم نیست، من میخوایم کل ماتریس رو میانگینگیری کنیم، کافیه که پس همون ماتریس رو بنویسیم، یه دو نقطه بزنیم جلوش و از فانکشن مین استفاده کنیم. پس میانگین بارش سالانمون رو هم به دست آوردیم. آخرین کاری که میخوام بکنم توی این قسمت قبل از اینکه بریم سراغ پلات کردن این هست که بیام این متغیر مطلبی که تولید کردم رو سیو کنم. کاری که میکنم یه اسم برای متغیرم میذارم، سیو نیم، اسمش مثلا میذارم همین اسم رو میذارم برش، چون اسم بعد داخل دو تا کوتیشن بذارمش، پیانوال اکیومولیتد. خوبه که یه سیو دیر هم براش تعریف کنم، جایی که میخوام توش آدرسی که میخوام این فایل توش سیو بشه. اگه اینو ندم اینو تو همین فولدر کارنت دایرکتوری من، کارنت فولدر من سیو میکنه. ولی خب باز میگم روی کرد تمیزتر اینه که ما سیف دیرم براش تعریف کنیم. من میذارمش داخل همین انسی فایل دیگه، ولی قاطی بقیه فایل ها نمی کنمش. خب پس من اینجا رو انتخاب میکنم، این میذارم با این فقط اضافه میکنم، یه دونه اسلش هم بعدش میذارم که بشه
فقط تو فولدر بعد از انسیفای اینو ببره سیف کنه. کوتیشن رو میبندم یا سمی کارن هم میذارم. بنابراین این کار انجام شد. سیف دیر هم مشخص شد. در ادامه دیگه کار سخت نداریم. ما از متغیر سیف از فانکشن سیف استفاده میکنیم. تو قسمت اول باید فایل نیم رو بدیم که من ترکیبی از سیف دیر و سیف نیم رو میدم. پس من میگم اینو کجا در حقیقت سیوش کن و به چه اسمی. پس این قسمت اینو مشخص کردم. تو قسمت دوم باید مشخص کنم که چه وریبلی رو در حقیقت میخوام سیو کنم توی این. که من همین وریبل رو میخوام سیو کنم. برای اینکه این کار بکنم این رو انتخاب میکنم. یعنی اون میتونم هم پی انوال اکیومولیتد هم حساب کنم، هم سیف کنم، هم میتونم یه فانکشنی مثلا ماهانم رو سیف کنم، بارش ماهانم رو سیف کنم. شاید اصلا بهتر باشه که این رو سیف کنم، یعنی یه ماتریس سه بودی که دیگه هر دفعه لازم نباشه این رو لود کنم. بعد درست کردن بقیه فایل از روی ماتریس سه بودی احتمالا کار سختی نیست. پس من اسم همون پی رو میذارم. اینم دوباره دقت داشته باشید که بعد اسم متغیرم توی کوتیشن بذارید. سیف نیم هم بعد یه اصلاحی بکنم، اینو میذارمش پی monthly accumulated. پس به این ترتیب من این متغیر سبودی، یعنی همین این رو 30/40/12 دارم سیوش میکنم که دیگه لازم نباشه هر سری همه این خطا رو ران کنم بهش برسم. یه بار سیوش میکنم و بعد میتونم دوباره لودش کنم. پس من تا اینجا این کد رو ران میکنم. یه متغیر جدید اضافه شد، پیمانسلی اکیومولیتد دات مت. وقتی که شما یه چیزی رو سیو میکنید، یه متغیر رو سیو میکنید، فرمتش میشه دات مت. وقتی یه کد رو سیو میکنید میشه دات ام یا تبدیل میشه به یه دونه ام فایل. خیلی خوب، قدم آخری که لازم انجام بدیم اینه که من اصلا همه اینا رو ببندم، پاکش کنم، CLC هم بزنم. من میخوام اینو الان لودش کنم. برای اینکه اینو لود کنم الان من کارنت دایرکتوریم همونه لود رو میزنم. اسم این متغیرم رو کپی میکنم داخل یک کوتیشن میزنم جلوی لود. همین. بعد که این رو الان نگاه کنیم، ورک اسپیس من که اینجا باشه خالیه. وقتی که لود میکنم متغیر پی با 30/40/12 اضافه میشه به اینجا. پس این یه راهکاره. یه راهکارم این هست که من آدرسم بهش بدم، یعنی اگه مثلا برم توی فولدری که کدام توشه دیگه الان داخل اون فولدر نیستم، پس آدرسو بهش بدم. من آدرس این فایلمو از اینجا برمیدارم، کپی میکنم، اسلش رو بعدش میزنم، میبندم و بعد اسم فایلمو که الان این قسمت بالایی نوشته بودم این از اینجا کپی میکنم و میذارمش اینجا. بنابراین این دوتا با هم قاطی شدن. و حالا اگه برگردم توی اون کارنت فولدرم هم میتونم این رو ران کنم. ببینید دوباره که میزنم باز این پی ساخته میشه. ببینید بهتر متوجه بشین. ERC میزنم. الان یه بار دستو قبلیه رو ران میکنم. برای اینکه این کار تو کامند ویندوز انجام بدیم، شما میتونید از این اروکی های روی کیبوردتون یا این فلش ها استفاده کنید. فلش بالا و پایین دستورهای قبلیتون رو میاره. بنابراین فقط من الان یه فلش بالا زدم. الان که آدرس فولدرم رو عوض کردم که دیگه این متغیر داخلش نیست، متغیر تو انسی فایل بود. اگه این دستور لود رو ران کنم بهم ارور میده، اینو پیدا نمیکنه، میگه که نوساش فایل اور دایرکتوری. ولی خب اگه این دستور دومی که آدرسم توش هست رو ران کنم، اون وقت متغیر پی رو برام پیدا میکنه. بنابراین کل فرآیندی که ما انجام دادیم میتونیم همیشه اینو توی یه مت فایل سیوش کنیم توی آدرس دلخواهمون که دیگه لازم نباشه کد رو دوباره ران کنیم. و بعد از اون به بعد مثلا اگه میخوایم پردازش دیگه ای روی کد انجام بدیم، کافیه فقط اون فایل رو لود کنیم. این حالت ساده ترین حالت سیو هست که ما میتونیم انجام بدیم. ما میتونیم چند تا متغیرم توی یه فایل مت دات مت ذخیره کنیم. به عنوان مثال من تو گام بعدی احتمالا نیاز دارم مثلا نمودار رسم کنم. برای اینکه نمودار یا یه مپ در حقیقت مطلب بکشم نیاز به داده های لت و لان
اگه بخوایم تایم سریز بکشیم نیاز به داده‌های تاریخی یا دیت دارم. بنابراین من میتونم اون متغیرها رو هم اضافه کنم. کاری که قرار برای این کار لازمه انجام بدیم خیلی پیچیده نیست. شما میتونید با یه سری ویرگول مشابه پی اسم متغیرهایی که مد نظرتون هست اضافه کنید. مثلا من دیتو اضافه میکنم. بالاتر لطولان رو خوندیم. لطولان هم اضافه میکنم. این یه رویه مرسومه. معمولا شما یه فایلی که میخواید تولید کنید، مخصوصا برای فایل مکانی خوبه که تاریخ لطولان رو بذارید. اگر که یه ماتریس سه بودی خوب هم تاریخ، یعنی به عبارتی دایمنشناشون رو هم اضافه میکنم. خب الان این کار انجام شد، من ران میکنم کد رو. پس من الان یه متغیر پیمانسلی اکت دات مت دارم. الان همه اینا رو پاک میکنم تو کامند ویندو، همون رو لود میکنم، لود پی اینو بزنم کنم باید بیاره اسمش آره. نه خب الان یه فانکشن آورد برام. من بعد چند تا حرف دیگه هم بنویسم پیمانسلی نه و الان آوردش، یعنی با تب هم اگه شما چند تا حرفش بنویسید میاره براتون. ببینید الان ورک اسپیس خالیه. من که این فایل لود میکنم پی ساخته میشه، لان 40 تایی، لت 30 تایی و دیت 12 تایی هم ساخته میشه. یعنی من دایمنشن های مربوط به این فایل هم باش ذخیره کردم، همه رو توی فایلی تحت عنوان pmonthlyag.mat و اینو میتونم هر بار دیگه ای ران کنم و دیگه نیاز نیست کد این کد از پایین تا بالا ران بشه تا من هر بار اینو تولید کنم. یه بار تولیدش میکنم، سیوش میکنم و دوباره ازش استفاده میکنم. خیلی خب بریم سراغ بخش بعدی. تو بخش بعدی من از قصد از ادامه این کد صرف نظر کردم، یه کد جدید باز کردم. تو این کد من میخوام اون فایلی که ساختیم همین pmonthlyag رو در حقیقت لودش کنم. کدم هم میخوام توی همین مسیر قبلی سیوش کنم، یعنی توی کنار بقیه کدها. اسمش هم بذارم پلات پی چون میخوام الان دادای بارش رو پلات کنم. خیلی خب پلات پی هم پس رفت اون بر. من برم تو دایرکتوری اونجا ساب دیر که این فایل رو توش ذخیره کرده بودم رو من آجدی بهش دادم و الان میخوام لودش کنم. یعنی که فرض کنیم که الان هیچی نداریم، بذار من پاک کنم همه چیو. یه کد کاملا جدیده پلات پی. من پلات پی رو که ران میکنم لود میکنه و اون دیت لات لان و پی رو برای من میخونه. پس من دیگه بقیه کد رو لازم ندارم از اینجا بعد چون میخوام باش کنم. خیلی خب جلسه‌های پیش راجبش صحبت کرده بودیم در خصوص پلات گرفتن. من یه نمونه از اون پلاته که قبلا تولید کرده بودیم رو میخوام دوباره تولید کنم برای یه بارش تجمعی سالانه. بعدش هم یه پلات 12 تایی تولید میکنیم برای هر ماه که داخلش بتونیم اطلاعات بیشتری رو ببینیم. همونطور که گفتم برای اینکه از دستور پیکالر استفاده کنیم نیاز داریم که اول مختصات رو به صورت مشگرید در بیاریم و بعد بقیه ماجرا. من همینو از اینجا کپی میکنم، مشکلیدش هم برمیدارم میارم تو پلات ام. حالا بعد از یه سری تغییرات توش بدم. خب من چند تا نکته اینجا یادآوری کنم. وقتی که من اینو لود کردم، اون فایل متنمو لود کردم، این متغیرها همه ساخته شد، یعنی الان اینا وجود دارن. با اینکه من هیچ اسمی از پی، لان، لد، دیت اینا توی این کدم نیست، ولی این متغیرها با لود شدن این فایل خود به خود ساخته شدن. بعضی ها میان مثلا جلوی این یه چیزی میگوستم به اسم دیتا، بعد کد ران میکنم بذاریم نم بتونشون بدن که چی میشه نتیجه این. وقتی این کار بکنین یه چیزی سایه استرکچر ساخته میشه که بعد داخل این استرکچر شما چهار تا فایلتون رو دارید. این خیلی به درد بخور نیست چون دوباره بعد با همون دات نوتیشن برید دونه دونه دیتا دات پی، دیتا دات دیتا اینا رو باز کنیم کار سختی میشه. کار این که راحت تر اینه که هم فقط لودش کنیم. وقتی فقط لودش کنیم خود به خود این فایل ها لود میشن دیگه، دیتا دات پی، دیتا دات دیت اینا رو دیگه لازم نداریم. پس
دیگه اصلا اون استرکچر رو ساخته نمیشه، مستقیم چهار تا فایل رو ساخته میشه. خیلی خوب، اگه ما لت و لان رو داریم میتونیم مشگریدمون رو بسازیم. قبلا بهتون گفته بودم که x معادل لانه، یعنی ستون ها معادل لانن، و y معادل لت عرض جغرافیاییه. پس این دوتا هم که الان داریم لت و لان رو، بعد خیلی هم مهمه تو مشکلیت که ترتیب اول x باشه بعد y، اول لان باشه بعد لت. این برای من دوتا متغیر از مشکلیت شده میسازم که اولی لانه دومی لته، بنابراین مشکلیتم به این شکل ساخته میشه. این x و y هم من میکنم لان بزرگ و لت بزرگ. این متغیر سوم که اینجا ساخته، در حقیقت ما باید یه دونه ماتریس دوبعدی اینجا بدیم. من برای اینکه این کار بکنم، اگه یادتون باشه پی ماتریس سه‌بعدی بود، ماهانه بود، من میخوام اول تجمعی سالانه رو بکشم. بنابراین همینجا اون عملیات سام رو داخل این انجام میدم و پی رو در راستای بعد سوم که زمان باشه جمع میزنم تا ماتریس در حقیقت بارش سه بودیمون که ماهانه بود تبدیل بشه به ماتریس دو بودی بارش تجمعی سالانه به جای ماهانه. پس لانو ساختم، لتو ساختم، جمعشونم که اینجا دادم، بقیهش تقریبا یکسانه. فقط میمونه کالر بار که من این اسمشو باید بذارم. بارش واحدمونم میلیمتره، بقیه چیزا یکسانه، تغییر دیگه نداریم. حالا اگه من کد رو ران کنم، قاعدتا لان لت سامم که دادیم و اینم تبدیل شده به ماس دو بودی، بعد یه پلات برای ما بکشه از بارش اون منطقه. خیلی خب، من کد رو دوباره ران کنم. یاد طول میکشه تا حالا پلاتش رو برامون بکشه. خب پلاتش رو برامون کشید، همطور که میبینید بارش رو کشیده، یه جایی بارش تجمعی 700 تا 700 میلیمتر هم رسیده، یه جایی 400 میلیمتر. قاعدتا اینجا باید یه عارضه جغرافیایی مثل کوه داشته باشیم که بارشش بالاست، و اینجا احتمالا باید دشت باشه که بارش پایین تری داره. اما خب یه چیزی که اینجا خوب نیست اینه که این کالر بارمون رنگ بندیش خیلی به بارش نمیخوره. چیزی که ما معمولا انتظار داریم اینه که هر جا بارندگی بیشتری داره آبی تر باشه، هر جا بارندگی کمتری داره یا خشک‌تره به قهوه‌ای و زرد نزدیک باشه یا نارنجی باشه. بنابراین خوبه که این جهت کالر بار رو عوض کنیم. کاری که الان میخوام بکنم اینه که این کالر بار رو اصلاح کنم. کالر بار من از همون جت میخوام استفاده کنم، ولی خب برای اینکه جهت کالر بار عوض بشه یا برعکس بشه، الان من تغییر تو دستور ندادم، فقط اینو آوردم توی پرانتز. وقتی بیاریم تو پرانتز لازمه که به صورت فایل تکست بدیم. من این کالر مپ رو میریزم توی متغیری به اسم سی مپ. الان سی مپ شد یه متغیری که در حقیقت اطلاعات اون کالر بار داخلش ریخته شده. حالا اگه دقت کنین من کد ران کنم، میبینید که سیم اپ رو سمی کننش بزنیم و هم بزنیم کد ران کنم، میبینید که یه ماتریس به من داده و یه سیم اپ، یه ماتریس دقیقت ستونه که به این شکل از یه مقداری شروع میکنه 0.05 و میرسه به 0.5. اگه دقت کرده باشیم این آشناست، این فرمت ستایی در واقع این همون فرمت RGB خودمونه که هر مقداری هر کدوم از این ستون ها بین 0 تا 1، هر کدوم از درایی ها بین 0 و 1 میتونن تغییر کنن و از کمترین به بیشترین برن. همونطور که میبینین R رو اگه بگیریم Red بعد Green بعد Blue، الان اولین ستون یا پایین ترین مقدار ما با Blue شروع میشه چون دوتای دیگه 0 هم، و بالاترین مقدار ما با RGB رد، با رد دقیقاً داره تموم میشه چون دوتای دیگه صفر، یعنی حالا درجه ای از رد دیگه. رد کامل اگه یک باشه نیم، یعنی قرمز کمرنگ تری.
خب پس کاری که من میخوام بکنم اینه که این ماتریس رو سر و تهش کنم، دوباره بدمش به کالر مپ. یعنی به جای اینکه من خوندم توی جت چه ترکیب رنگی بود، حالا میخوام اون رو برعکسش کنم. اون چیزی که از تو جت خوندم و ریختم تو سی مپ رو میخوام برعکس کنم، دوباره بدمش به کالر مپ. پس از دستوری که استفاده میکنم، دستور فیلپیودیه، این ماتریس رو برعکسش میکنه، سی مپ رو بهش میدم، پس اینجا ماتریس برعکس شد. حالا دوباره اینو باید کل اینو بدم به کالر مپ، یعنی یه ماتریس سر ته شده این رو الان من دارم به جای جت فیلپیودی سی مپ رو میدم به کالر مپ. این هم اسم میکنم بذارم. الان باید آبی بالاترین دقیقت مقدار داشته باشه. کدو باید آن میکنیم. خب همونطور که میبینید الان آبی شد بالاترین مقدار و هرچی قرمزتر میشه یعنی بارون کمتری باریده. این توی بارش سالان است. خب این الان یه مقدار منطقی تر شد بلاتش. تنها چیزی که هست و به نظرم میرسه اینه که بلات یه مقدار فرونتا توش کوچیکه و دیده نمیشه. در این که اینو درستش کنیم از دستور GCA استفاده میکنیم، یعنی که اطلاعات پلات موجود رو میریزیم توی یه متغیر به اسم عکس. این کاری که GCA انجام میده، پس هر پلاتی که انجام دادیم اطلاعاتش رو با GCA میگیره میریزه تو عکس. بعد اینجا دوباره عکس میشه یه استرکچر، یه متغیر از جنس استرکچر که ما میتونیم مشخصاتش رو با همون دات نوتیشن تغییر بدیم. یکی از دقیقاً مشخصاتی که داریم فونت سایز، پس فونت سایز رو میتونیم بکنیم مثلا 14. من این رو رانش بکنم ببینم ران میشه. خب ران نشد. عکس رو الان اینجا داریم. بذارید من عکس رو بازش کنم. من احتمالا فونت سایز رو اشتباه نوشتم، باید ببینیم که دقیقا چه شکلی. تا جایی که یادم احتمالا این اس سایز رو من باید بزرگترش کنم. ببینیم جا رو پاکش کنم. از اول رانش میکنم. من پس فونت سایز و اسش رو بزرگ میکنم، با اینم ران کنم، بعد بریم خود متغیر عکس رو نگاه کنیم ببینیم چی میشه. اینم باید ببندمش. به نظر میاد که فونتا بزرگتر شد و ران شد. حالا من یه بار دیگه هم ران میکنم که ببینم اون دیگه اون ارور رو نمیده. پس فونتا هم شد 14. مشکل از این بود که فونت سایزی که دادم اس رو کوچیک داده بودم. خب این نکته قابل تعاملیه، چون میبینید خیلی حساسه به کوچک و بزرگ بودن فونتا. البته یه ویژگی که مطلبای جدید دارن این هست که شما اگه اول حرف اون دستور مورد نظر مثلا F او رو بنویسید، حالا چه کوچیک چه بزرگ، و تبو بزنید خودش میاره دستورایی که حالا به فونت سایز میخوره. ولی خب من الان مطلبمو یه ورژن آوردم پایین 2015 رو دارم استفاده میکنم که حالا اکثر بچه ها رو دیگه پوشش بده. تو این ورژن های پایین تری امکانات هم کمتر و نمیشه استفاده کرد. در همین هم من توصیه هم اینه که حالا مطلبای بالاتر استفاده کنید، کار کردن باهاشون راحت تره. حالا بریم اون عکس هم نگاه کنیم. اینا مشخصات پلات که ریخته شده توی عکس. یکیش همین فونت سایزه، میبینید بزرگ کوچیک. الان اینجا 14 که ما همه اینا رو میتونیم با همون دات نوتیشن تغییر بدیم. خیلی چیزای دیگه ای هم اینجا داریم که حالا قابل تغییر. خیلی خوب، اینم از این. کار دیگه ای که میخوام بکنم، آخرین کاری هست که حالا روی این بخش از کار انجام میدیم، اینه که من میخوام حالا همه اون پلات های ماهانم رو توی یه دونه پلات با هم بکشم. مشابهش رو تقریبا جلسه پیش برای LSD انجام دادیم. با دستور ساب پلات ما اومدیم چند تا پلات رو با هم کشیدیم. حالا من همون کار رو میخوام اینجا تکرار کنم، یه پلات 12 تایی بکشم که تو هر کدومه از اون ساب پلات هم یک ماه هم رو برام کشیده باشه. پس من یه کامنت میذارم اینو توضیح میدم اینجا، مثلا یه بخش جداش میکنم مثلا دات accumulated p یا monthly p
برای این قسمت هم دوباره من یه حلقه فور میارم، میگم آی از یک تا سایز پی و سه. سایز پی و سه یعنی چی؟ یعنی سومین دایمنشن پی، اندازه سومین دایمنشن پی. سومین دایمنشن پی زمان بود که الان این ران کنم 12 میشه، پس میشه از 1 تا 12. پس یه جور نوشتم که حالا کد دیگه اگه می نوشتم 12 به فرض بعدم میخواستم برای تعداد بیشتری چیز ران کنم این کد رو، اون وقت ممکن بود به مشکل بخورم. معمولا کدتون اینجوری بنویسید بهتر، یعنی اطلاعات رو از روی لایه های موجود بخونید که هیچ چیزی نیاز به تعویض دستی نداشته باشه. خیلی خب، تو قسمت بعدی من بعد ساپلات رو اضافه کنم. ساپلات گفتم ما بهش در حقیقت یه ماتریس براش تعریف میکنیم، مثلا این ماتریس 4x3 تعریف میکنم، 403 ستون. بذارید برعکسش کنیم، 3 سطر و 4 ستون. برای لپتاپ های با LCD مستطیلی بهتره چون تعداد ستون ها رو خب به همه بیشتر میتونیم ببینیم. بعد و تو این قسمت هم آیوش بودیم، یعنی مشخص میکنیم دونه دونه تو کدوم یکی از این ماتریس 3x4 اگه 1 باشه میره میشینه تو درجه اول، اگه 2 باشه پلات همون میره میشینه تو درجه دوم، و اگه 12 باشه توی 12 درجه هم با همون ترتیبی که حالا مطلب خودش میفهم. و بعد اینو پلاتش کنیم طبق همون کاری که بالا کردیم. من همینا کدو از بالا میارم، یه تغییرات جزئی توش هم دو خط آخر اصلا لازم نیست، تن ایگرگ تا اینجا میارم میذارمش اینجا، ایندنشنش رو درست میکنم، همه چی اوکی. فقط من نمیخوام دیگه سامو در حقیقت بکشن بارش سالانه رو داشته باشم، بارش ماهانه رو میخوام، بنابراین اینو من تبدیلش بکنم به پی. برای اینکه هر ماهو بکشم گفتم تو دایمنشن اول که لات و لان سومی زمانو داره به من میده، پس پی دو نقطه دو نقطه آی میشه مثلا بارش تو ماه ژانویه اگه آی 1 باشه، اگه آی 2 باشه میشه ماه فوریه، به همین ترتیب تا حتی که ژانویه میره میشینه توی دقیقت ساب بلات اول، فوریه تو دوم، به همین ترتیب تا آخر. بقیه چیزا هم اینجا اوکیه، همون ستینگی که واسه پلات رو میداریم. من اینو میبندم و این بخش کد ران میکنم. خب پلاتو برامون کشید، شد 12 تا پلات که هر کدوم برای یه ماه خاص از ساله، منتها ما نمیدونیم کدوم برای کدوم ماه ساله. برای اینکه این رو هم مشخص کنیم یه کار خوبی که میشه انجام داد اینه که بیایم تایتل برای پلات همون اضافه کنیم، اما اینکه تایتل هم درست باشه من میخوام از داده دیتمون هم استفاده کنم، به داده 12 تا یه دیت داریم، میخوام ماهانه رو از توی اون در بیارم. قبلا بهتون گفته بودم دستور دیت استیار اگه دیت رو بهش بدین میاد اینو تبدیلش میکنه به یه، اگه حالا داده خروجی های دیت نامو بهش بدین میاد اینو تبدیلش میکنه به فایل از جنس تکست. حالا ببینید از 1 تا آخر رو برای ما آورده، از ماه اول تا آخر. متا کاری که من اینجا میخوام انجام بدم اینه که فقط ماه رو بذارم دیگه، نیازی به صفر 1 و 2019ش نیست، یا فقط جن و 2019 رو بذارم دیگه، اون شماره روز رو نمیخوام چون این پلات مربوط به یه ماه. برای اینکه خروجی و نوعش رو تعیین کنید شما میتونید در ادامه فرمت خروجی رو به این بگید، یعنی که بگید بذار مثلا ماه بده و بعد سال. که فرمت خروجی من از کجا آوردم، این تو هلپ دیت استیار هست، یعنی اگه من رو دیت استیار F1 رو بزنم اینجا فرمت اوت داریم که حالا انواع فرمت هایی که میشه بهش داد و اینجا گذاشته، مثلا وای 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 بدیم این شکلی میشه، MMM بدیم مثلا مارچ دسامبر اینجوری میشه، و حالا داره شکل های مختلفش رو نشون میده که حالا با چه ترکیب هایی شما میتونید بدید. اینجا هم داره حالا یه سری مثال ازش نشون میده. بنابراین اون سه تا ام میگه که ماه رو به صورت حروف سه تا حرف اول هر ماه بنویس، وای 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 هم یعنی که در حقیقت سال رو به صورت کامل 4 رقمش رو برای من بذار. خیلی خب، پس دیت استیار این کار میکنه. فقط من میخوام که
توی هر راندی که میره ما رو همون ماهو بکشه، پس یه دیت آی هم اضافه میکنن که توی هر حلقه ای که میره در حقیقت تاریخ همون آی رو بخونه، همون شماره رو داشته باشه. خیلی خب، الان اگه اینو پلاتش کنیم باید ما هم اضافه بشه به بالای پلات. ببینیم کردیم کاری یا نه. فقط من یادم رفت که تایتل رو اضافه کنم. پس الان این دیت استی رو اینجا گذاشتیم، حالا اینو میخواییم به عنوان ورودی بدیمش به تایتل، چون تایتل ورودی از جنس استرینگ بگیره. بنابراین پلات همون الان این شکلیه. الان همه کارش رو انجام دادیم، دیت استی هم که دادیم دیگه نقطه بگون هم نمیخواد. من کد رو ران میکنم. خب الان ماها و سال مورد نظرم اضافه شد که حالا همچه که میبینید به این ترتیب داره کاملش میکنه. پس اول سطر رو کامل میکنه، یه سطر اول میره، بعد سطر بعدی تا دسامبر. حالا همین نقشه هم که نگاه میکنید تفاوت بارش تو ماهای مختلف خیلی مشخصه. تو ماه ژانویه خیلی بارشی نداریم، تو ماه آپریل که به عبارتی بهارشونه تا 250 میلیمتر هم بارش میاد، یعنی که خیلی تو یه نقطه خیلی خاصی میتونه بارش خیلی مقدارش زیاد باشه، ولی خب متمرکز. اما تو ماه مثلا مارس مناطق زیادی بارش بالای 100 میلیمتر دارن که این هم باز عدد خوب تعاملیه. تو تابستون که وارد میشیم دیگه بارش تقریبا به صفر میرسه. تو ماه آگوست که نزدیک مرداده دیگه تقریبا صفر شده، تا دوباره که نزدیک به دسامبر میشیم مقدار بارش دوباره زیاد میشه. پس این هم یه پلات خیلی جالبیه که ما از داخل همین داده یه NetCDF در آوردیم در کنار همون پلات تجمعی تا توزیع مکانی بارش تو ماهای مختلف هم همه رو کنار هم دیگه ببینیم. خیلی خوب، این بخش کارم تمومه. تو قسمت بعدی میخواییم بریم سراغ اون دیتای دوم NetCDF که دانلود کردیم و ببینیم که چه فرقی با این دیتای اولیه داره. خب توی این قسمت میخواییم بریم سراغ این که اون فایلی که دانلود کردیم و الان بهتون نشون دادم رو بیاریم و بخونیم ببینیم چه تفاوتی داشت با فایل اولی که باز کردیم. من یه سیو از این فایل nc.py میگیرم، underline p که تغییر جدید که میدیم هم ذخیره بشه، اسمش رو میذارم nc.py به جای p میذارم modis. سیو میکنم، این تبدیل میشه به nc.modis. همچنان که میبینیم nc.py هم باقی میمونه، یه فایل جدید اضافه میشه. خب من آدرس جدیدمون رو بهش بدم، اون فایلی که داخلش ریختیم، آدرس جدیدمون میشه اینجا. من اینو میگیرم و میذارم دوباره تا همینجا و اسمش هم باید اولش رو عوض کنم. نمیش همون ماده 11A2 تا حالا بقیهش هر چیزی که بخواد باشه بیارم اینجا. اشتباه کردم، دوباره بیارم. یه تفاوت دیگه هم که داریم اینه که این NC اون NC4 خیلی توی این فانکشن هایی که ما روش استفاده میکنیم تفاوت ایجاد نمی کنه، ولی خب به هر حال باید اسمش به صورت کامل درست باشه. من جامعه نقطه گذاشتم که خود تا اینجا ران بشه. بریم ببینیم که دیسپلی چه چیزی رو به من نشون میده. منم اینو بیارم به تب ایدیتور و کد رو ران بکنم. خیلی الان انسی دیس برای ما اومد مشخصات فایل جدید رو باز کرد. خب مثل قبلی دوباره یه سری توضیحات کلی راجع به فایل داریم که آدرسش کجاست، تایپش چیه و حالا کی درستش کرده و مشخصاتش رو گذاشته. در ادامه اومده دوباره دایمنشن رو گذاشته، این بار دایمنشن تایم لات و لانه که تایم شده 47.1. همونطور که انتظار داریم چون کل داده های LST 16 روزه برای یه سال گذاشته توی یه دونه فایل، بنابراین کل 47 دیتا الان توی همین یه دونه فایل هستن. بنابراین قاعدتا ماتریس LST ما باید یه ماتریس 3 بعدی باشه که 2 بعدش لات و لانه و 1 بعدش هم زمانه که 47 و دقیقاً تاریخ مختلف توش هست. تو وریبل ها که نگاه میکنیم یه وریبل CRS داریم که کوردینیت سیستمش رو اینجا توضیح داده، مقدار راجبش که چی هست با این کاری نداریم.
یه وریابل تایم داریم که همون بود سوم دایمنشن همون هست، 47 تا در حقیقت یه بردار 47 داره، 47 درایه هست، 47 عضوه هست. یونیتسش رو که نگاه میکنیم اگه قبلی یادتون باشه بود seconds from 1.1970 الان شده days since 2001، یعنی 1.1.2000 به عبارتی از اول ژانویه 2000 داره تعداد روزها رو به ما میده، که حالا این رو هم دوباره باید تو اون دیت نام اپدیتش کنیم. ولی خب دو تا تفاوت داشته، یکی اینکه این شد دی به جای ثانیه، دوم که اون تاریخ مبنامون از 1970 شد 2000. دوباره لات رو داریم که همون لاتیتوده، لان رو داریم که لانجیتوده، لاتمون 67 تاییه، لانمون 89 تاییه. گفتیم که لات معادل سطره و لان معادل ستونه، بنابراین انتظار داریم ماتریس الستیده 1 کیلومتری مون یه ماتریس 67 در 89، تعداد ستون در 47 باشه، 67 در 89 در 47. منتها ماتریس رو که نگاه میکنیم میبینیم که شده 89 در 67 در 47، یعنی جای لت و لان عوض شده. اینجا تو دایمنشن هم نوشته لان لت، که این غلطه، چون لت معادله در حقیقت تعداد سطر یا سطر بود و لان معادل ستون بود. این اشتباه رایجیه که توی خوندن فایلای NetCDF اتفاق میفته و علتش هم زبان برنامه نویسیه که MATLAB داره. در حقیقت MATLAB یه زبان کالم میجر هست، یعنی خوندن درایه های ماتریس رو با ستون انجام میده، اول کل این ستون رو میخونه، بعد میره کل ستون بعدی، بعد میره کل ستون بعدی. در حالی که وقتی ما تو سیستم کارتزیان کار میکنیم رو میجر عمل میکنیم، یعنی اول X بعد Y، بنابراین اول X کامل میشه بعد Y. اما چون MATLAB طرز خوندنش به صورت ستونی یا عمودیه، میاد این I1-1، I1-2 و I1-3 رو به ترتیب توی ستون میزنه، بنابراین جای لت و لان با هم عوض میشه. حالا این کلیتش هست، بنابراین اینو تو ذهنتون داشته باشین که دلیلش اینه. ولی خب عموما وقتی چک میکنیم فایل NetCDF تون رو، حتما دایمنشن لت و لانش رو چک کنین، بدونید که لت باید به جای سطر یا دایمنشن اول باشه، لان باید به جای ستون یا دایمنشن دوم باشه. اگر این نبود باید ماتریستون رو ترانهاده یا ترانسپوز کنید، یعنی جای سطر و ستونش رو عوض کنید. خب اینجا هم توضیحات دیگرش هم گذاشته، فیل ولیو صفره، اسکیل فاکتور داشتیم اگه یادتون باشه واسه الستی که 200 بود، بالاش توضیح داده که الستی دیتا با ضرب الستی دیتا در اسکیل فاکتور به دست میاد، و گفتم بهتون که اینا خودشون به طور خودکار 200 رو ضرب میکنن، برای این ما انتظار داریم نقشه الستی که از این خروجی میگیریم خود به خود به حسب کلوین باشه و دیگه نیاز به ضرب اسکیل فاکتور نداشته باشه. و خب متغیر کنترل کیفیت که حالا اونم دایمنشن شبیه LCD. من این تفاوت هایی که داشتیم، یکی تو نحوه گزارش تاریخ بود که تو تایم گفتیم به اساس تعداد روز از سال 2000، و اینکه به دلیل همون رو میجر و کالم میجر بودن، تفاوتی که مطلب خوندن در اولویت دادن به خوندن سطر و ستون داره، جای سطر و ستون عوض شده اینجا و این بجن که 67 در 89 باشه 89 در 67 که بعد ترانسپوز بشه. خیلی خب بریم اینجا، من فکر میکنم تا اینجا قضیه درسته، یعنی اگه من الان اینو ادامه بدم احتمالا لطم رو باید بخونم. کلیک میکنم اینجا و افتحو میزنم، خب لط خونده شد. روش که بریم میزنه 67 تا که با اون چیزی که این بالا خوندیم هم تطابق داره، یعنی لطمون 67 تاییه، لانمون هم 89 تایی، بنابراین لط و لانمون رو درست بود. از اونجایی که الان ما یه دونه در حقیقت فایل بیشتر نداریم، پس که نیازی به فور نیست، من این فور رو پاک میکنم، نیازی دیگه پس به فور نداریم، فور پاک شد. این فایل نیم هم که بالا خوندیم پس نیازی به این هم نیست، من همه اینا رو از نظر عقب جلو بودن میارمش روی خط اول، یعنی یه ستون میارمشون عقب‌تر.
خب حالا متغیرها رو دونه دونه به ترتیب بعد بخونیم. اول تایم رو بعد بخونیم. متغیر تایم گفتم تاریخ شروعش شد 2000 و تعداد روز از 2000 رو داره گزارش میده. پس من دیگه با اینا کاری ندارم. وقتی تعداد روز رو گزارش میده دقیقا شبیه میشه به همون چیزی که جلسه پیش از روی فایل ها خوندیم. یعنی این که انگار ما شماره ماه رو نداریم، پس اینو صفر میذاریم، به جا شماره روز رو میذاریم، یعنی اون تی که بالا خوندیم رو اینجا مینویسیم. پس به این ترتیب تعداد روز از سال 2000 تبدیل میشه به سریال دیت نامبر با فانکشن دیت نام و میره میشینه توی دیت. این هم باز دیگه نیاز به آی نداره. فانکشن دیت نام ورودی رو به صورت برداری هم در حقیقت قبول میکنه، ولی خب به شرطی که اگه تی یه برداره این دوتایی دیگه هم بردار بشن. حالا بذارید ما تی رو ران کنیم ببینیم تا اینجا چی میشه. من دوباره خطا رو ادامه میدم. پس تی هم الان خونده شد. بذارید از اول تا اینجا ران کنیم. کانتینیو که بزنم از این نقطه میپره به نقطه بعدی. همین کانتینیو رو الان میزنم، نقطه رو پاک میکنم، پس تیرم خون تی شد یه ماتریس 47. حالا اگه اینو ران کنم احتمالا ارور میده چون 2000 هم دایمجن تی نیستن، پس احتمالا اینجا ارور بگیرم. بله همینه. بنابراین برای این که اینو درست کنم نگاه میکنم دایمجن تی چیه. تی اینجا الان 47:1. من هم اینا رو باید تبدیل کنم به این ماتریس 47:1. پس یه کار خیلی ساده میکنم، از ماتریس وانز استفاده میکنم. وانز 47 سطر و یک ستون. وانز یه ماتریسی که یه میتونه برای شما بردار یا ماتریسی تولید کنه که همه ریهاش یکه. شما ابعادش رو فقط کافی جلوش بدیم. بنابراین من الان یه برداری ساختم با 47 سطر و یک ستون که وقتی که تو 2000 ضرب بشه انگار یه بردار 47:1 که همه درایه‌هاش 2000 هستن رو ساختن. این اینو شما برای 0 هم میتونید بسازید، فقط فانکشن متفاوت خودشو داره تحت عنوان 0 است. برای اینم دوباره میزنیم 47:1. باز میگم حرفه‌ای تر این بود که بچین که بنویسم 47 از سایز تی استفاده کنم، یا مثلا بنویسم length تی که دیگه کدام یه جوری داینامیک بشه. لنگث تی الان اگه من ران کنم بعد عدد 47 رو من بده 47 میده. من میتونم از همین لنگث تی استفاده کنم به جای اینکه یه عددی رو بنویسم که دیگه کد همه جا قابل استفاده باشه. خیلی خب، پس الان دیت احتمالاً درست شد. تا اینجا رانش میکنم، دیت هم ران میکنم. الان من اینجا اینو لنگث تی رو خب ارورش که نگاه میکنیم میبینیم که اینجا نوشته که دیت نام ایکس فانکشن باید باشه از جنس دابل، یعنی ما باید حتما عددمون دابل باشه، در حالی که وقتی تی رو نگاه میکنم نوشته اینت 32. بنابراین من اینجا یه دابل هم اضافه میکنم، از فانکشن دابل استفاده میکنم تا تغییر فرمت بدم توی فرمت تایم و این رو دوباره تا حالا بسید اصلا خط بعدیش ران کنم ببینیم ران میشه. خب این بار ران شد، یعنی دیت هم برای من یه ماتریس 47 درست کرد. بذارید دیت استرینگ هم ازش بگیریم ببینیم درست عمل کرده یا نه. انتظار داریم تاریخ ها تو سال 2019 باشه. بله الان همه اون 47 تاریخ سال 2019 رو برامون متغیر دیت ریخت. خب تا اینجاش پس اوکیه. گام بعدی اینه که بیایم متغیر الستی رو بهش بدیم. من نگاه میکنم ببینم متغیر الستی چی هست. اسمش متغیر الستی الستی یک کیلومتر. اینو برمیدارم بذارم جای precipitation. تغییر دیگه ای لازم نداره چون اسکیل فاکتور اینا رو خودش ضرب میکنه. این هم من اسمش رو بذارم الستی بزرگ. پس الان داره این هم میخونه. من بقیه این خطوط هم نمیخوام. اسم این هم میذارم الستی.
همون توی MC فایل سیوش میکنم، متغیرهایی هم که سیو میکنم فقط اینو میکنم الستی، بقیهشون همونی هم که قبل هم داشتم. پس الان تا انتهای کد به نظر همه چی درسته. تنها مسئله‌ای که هست اینه که الستی که میخونم قاعدتا طبق توضیحی که دادم دایمنشنش غلطه، یعنی ما باید جای دایمنشنش رو عوض کنیم. خیلی خب، من کد رو تا اینجا ران کنم. الستی هم خونده شد طبق اون چیزی که انتظار داشتیم، 89/67 شد. بقیه مراحل هم اگر ران کنیم کد کامل میشه، ولی خب اولش باید جای سطر و ستونه 67 و 8 اون که 89 بره در حقیقت تو سایز دوم بشینه، 67 بیاد اول و تعداد سطر و ستون درست بشه. تو حالت عادی اگه بخوایم با این ماتریس دو بودی این کارو بکنیم، کافی آخر ماتریسمون در حقیقت یه پریم اضافه کنیم. اینجوری اون ماتریس دو بودیمون برعکس میشه. بذارید اینو امتحانش کنیم. مثلا من LSD هر سطری و هر ستونی برای تاریخ اول رو میخونم و میریزمش توی الستی کوچیک. الستی کوچیک الان سایزش شد 89/67. خب حالا اگه من یه الستی رو دوباره بریزم داخل الستی و آخر الستی پریم بذارم، من در حقیقت جای سطر و ستون رو عوض دارم کنم و همین ماتریس رو ترانسپوز میکنم. همینطور که میبینید الان 89/67، بعد اینکه این خط ران بشه میشه 67/89. پس این یه راهکار خیلی ساده واسه ماتریس های دو بودیه. ولی وقتی ماتریس سه بودیه دیگه نمیشه این کار رو انجام داد، چون معلوم نیست کدوم یکی از این سه تا بود و قرار جاش با هم عوض کنه. در اون حالت از این دستوری که یه مقدار پایه‌ای تره به اسم پرمیوت استفاده میشه، که پرمیوت ماتریس رو بهش میدیم، اون ماتریسی که میخواییم در حقیقت جای سطر و ستونش رو عوض کنیم. در ادامه بعد ترتیب و اولویت تغییر رو بهش بدیم. پس یه ماتریس با سه تا عضو در حالت عادی این 1 2 3، 1 2 3 که باشه همون رو بهتون برمیگردونه. حالا اگه من اینو بکنم 2، اینو بکنم 1، یعنی اینجا 1 و 2 رو با هم عوض میکنه، ولی 3 سر جای خودش میمونه. پس این کاریه که پرمیوز انجام میده. بنابراین الان که من این کاری کردم جای سطر و ستون عوض شد، ولی بود 3 که زمان باشه ثابت مون. پس الان انتظار دارم الستی بزرگ بشه 67/89/47. تا اینجای کد رو دوباره ران کنیم. الستی بزرگ شد 67/89/47، یعنی همون سایزی که ما دنبالش بودیم. خیلی خب، گام های بعدی هم به همین شکل. اگه ما خط به خط بریم جلو، سیب دی و سیب نیم اون که مشخص دیت و لط و لال و اینا اون که همه رو داریم. بنابراین من که اینو سیب کنم، الان یه ماتریسی توی اون مسیری که بهش دادم که اینجا باشه برای یه الستی به وجود اومده، lst.mat، که همه این اطلاعات الان داخل اونه، مشابه چیزی که واسه یه پیمانسلینش رو بود. خیلی خب، این هم تفاوتی بود که بقیه فایل های NetCDF داشتن با فایل های اولیه که براتون باز کردم. فکر میکنم تا این حد کافیه و بیشتر مواردی که مد نظرم بود برای آموزش MATLAB و کاربرد MATLAB توی پردازش تصاویر ماهواره‌ای بهتون گفتم. با این توصیف 3 جلسه آموزش دقیقت MATLABمون به پایان میرسه و انشالله حالا از جلسه بعدی میریم سراغ آموزش گوگل ارث انجین و اینکه حالا چطور از گوگل ارث انجین میتونیم استفاده کنیم، فضای اپری میتونیم استفاده کنیم برای پردازش تصاویر ماهواره‌ای. ممنون. خداحافظ.